سلام، تونی هستم به نام بینام او. بریم بررسی کنیم یه چند تا دزدی عجیب غریب، کوروش کمپانی، همکاری سلبریتی ها و غیره. من از بهشت اومدم برای تو خورما آوردم. ترجیح میدم برم جهنم. خب این دوستمون که میبینید میاد جعبه کفش رو بر میداره. صاحب کفش فروشی تصمیم گرفته این دفعه یه جفت کفش بذاره داخلش، ببینه واکنش این آقا چیه. میاره پس بده یا نه؟ شرف رو ببینید، شرافت رو ببینید. این آقا که میبینید مالک کوروش کمپانی و 28 سال سن داره. 4600 میلیارد تومان پول ناقابل و دزدیده رفته. تا 50 سال آینده روزی 250 میلیون تومان اگه خرج کنه بازم پولش تموم نمیشه. چرا این اتفاق میفته؟ به خاطر یه سری آدم طمع‌کار که میخواستن باور کنن میشه آیفون رو 15-20 میلیون زیر قیمت خرید، و یه سری سلبریتی که به این قضیه کمک کردن و باید پاسخگو باشه. این آقا پول نداشته ولنتاین، این داستانش چی بوده؟ میاد دکور ورودی پاساژ رو با جاش میدوزه که درش رو یادش میره ببره با خودش. اسیر شدیم از دست من. این خانوم هم که میبینید با بنز میره به خرید، یعنی دیگه حالنش پیاده شه، میندازه این در، میره در جنوبی، از در شمالی میاد بیرون. بعضی از خانوم ها در سراسر جهان رانندگیشون حرف نداره. عجیبه. این دوستمون هم که یهو رفت تو این مراسم خاکسپاری خیلی باحاله، مجبور شدم این مقدارش رو ببرم که داستان نشه، ولی اینا همه دارن خاک میکنن و مراسم اجرا میکنن، یهو یه مگان اون بالا کنترلش از دست میده، خاک زیرش خالی میشه، میاد رو قبر و مردم که حالا ببینید چی میشه. بچه خیلی ممنون اینکه لایک و سابسکرایب میکنید، کامنت شما به من انرژی میده برای ادامه راهم. و اینکه تا یه آشنا میبینید تو خیابون شروع نکنید هم دیگر مالیدن، عدم عیدم هست، سلام علیک کردن و اینا، بزنیم بغل که اینجوری نشه. اینم که آشو با جاش میبره، استند و کلا میکنه میبره. بعضی از این دزدا حمایت میکنن، یا نذار اینه که چیپس و پفک، همین 20 میلیون پولش بوده چیپس و پفک، الان دونه 50000 تومان. خب یه دزد موتورم داریم که یادم نمیاد تو کدوم شهره، ولی خیلی ریس کارش انجام میده. دقت کنید چه اتفاقی میافته. میاد موتور رو میبینه، چشش میگیره، میتونم ورش دارم، ورش ندارم، این به من میاد، این رنگ سبزش با دستبند سبز من سته، و همین سادگی برمیداره. یه بنده خدایی هم بدبخت میکنه. خب اون کسی که صاحب موتوره مگه پول داره که سی جی سوار میشه؟ اینجا هم یه جوری بارون اومده که میگه بارون اومد غیب شد. آه، فرهنگ رانندگی تو تبریز هم خیلی عجیبه. بریم یه 5 موردش رو ببینیم. یکی از شهروندای تبریز خودش اینو ساخته. من خودم هم ترکم، ریشم، ولی خب خیلی دیگه شما ترکنی چه وضع رانندگی؟ نگاه کن اصلا این لاین مال توه آخه، اومدی توش بسی چقدر پر روه، منتظر این یکی بگیره این بر یخچیه یخچیه ببینیم خواهد چی کار رو کنه. بعد میشه اینجا کنتاکتی بین این دوتا پیش میاد، صدا شیشه میده. بریم مورد بعدی رو بررسی کنیم، مورد پنجم که دوباره ببینید آخه لاین شما اون بره. تبریزی عزیز چی کار دارید میکنید؟ آه، این آقا میاد کرمو بریزه به سگ و میاد سگو بزنه خودش میافته. این کارمایز باکینگ خیلی راحت. اگه حواستون نباشه تو ماشین میشینین، گوشیتون رو سمت پنجره بگیرین، اینجوری گوشیتون رو میان سری میبرن. در رو واسکت میشینید تو ماشین، در رو قفل کنید، گوشیتون هم بدید دست مخالفتون که یارو نیاد اینجوری گوشی رو ببره. خودتون هم باید کمک کنید دیگه، میگیرید جلو دزد، بعد میگید نزن. نمیشه که مثلا اینه که خانومی لخت بیاد بشین رو پای من میگه نه. نمیشه. آها، این گربه هم خیلی لاته. این گربه خیلی لاته، تنهایی بین 50 تا سگ داره درگیر میشه، یعنی دیگه یک دو سه تاشونه چپه کرد. نگاه کنید وسط گربه است. یه دوزی خیلی عجیب غریب هم از 405 به 405 داریم که میشینه تو هر چی هست و در میاره. حالا این ادامه داره، آخر هم ماشینو میبره. نگاه کنید
اینقدر درای ایران خود ببین یه فیلم ساختن زر بزنی یارو میرفت خودشو مینداخت جلو ماشینا. این واقعیت ها الان ماشینا هم خودشونو میندازن جلو ماشینا چه برسه آدما. ببین هر کاری داره میکنه که یکی گیر بیاره حواسش نباشه سرش تو گوشی باشه خودشو بنداز جلو ماشینا یارو رو بدبخ میکنه با یه ضربه به پا یه پاشیگسن الان 200 میلیون ازینش حساب کن دیگه مثلا بزنی یارو رو کامل ناقص کنی. چرا حواستون باشه هم راننده های متخلف زیاد شدن که میخوان ازتون باج بگیرن باجگیرا زیاد شدن راننده متخلف فرق اینجا صد مبر میکنه این راهی که میبینید و ماشین سفید ول کرده ماشین رفته یکی اعصاب نره میاد میزنه شیشه رو میشکنه. حاجی هم که اومده تو بنزین ماشین ول کرده خلاص شده رفته یادش رفته برمیگره ماشین کو هنوزم داره کارت میکشه بابا ماشینت نیداری پولت چی حساب میکنی پولت. این خانم هم خیلی دلم برش سوخت اینجوری گرفته گوشی رو تو خیابون فکر کرده اینجا اماراته عزیزم اینجا امارات نیست. اینم جالبه خانم میاد در رو با میکنه شوهرش نشسته پشت ماشین بعد میگه برم همون بر بشینم دوباره در رو میبنده شوهرش میگه نشسته رفت او یه ذره توجه کن بزنه تو زندگی چی کنم گفت رفت بزنم ریلکس رو استدید با چه حیوانی ما یه اون زندگی کردی. کامنت شما لایک شما حمایت شما واسه ادامه راه این نحوه بدخالی کردن میلگرد و امثال این چیز هست باعثه ببین چی میشه هر چیزی تخصص خودشو داره روش اینجوری بگیری زیرش. این گربه رو من چند بار دقت کردم یه جا دیدم تا فهمیدم آها اینجا دیدم درود به مرام درود به عظمت. به پایان قسمت سوم مبارزه با شیبه های جدید دوزی رسیدیم. ایمه بعد یه دو بیت شعر میخونم و یه موزیکی میزنم به عنوان کلام آخر. علاقه مندو به موزیک رات موزیک رو فالو کنیم. دوست دارم اسمم و وقتی روی لبهای تو بهترین رنگی که دیدم رنگ چشمای تو دلم جای توه. همیشه وقتی میخندی دلو آبش میکنی هر کی با بچه میدونم تو چی کارش میکنی تو چی کارش میکنی. ایشالا همیشه یکی باشه که وقتی یکی با اتون بد میشه یک کاریش کنه.